خب دم همگی گرم، دوباره ما برگشتیم. خب دوستانی که حال میکنن بیام بالا که حالش را ببریم و دوستانی بیاریم بالا و صحبت کنیم، ببینیم چه خبره. دم همه جون گرم. و دیروز کلی برنامه فردا شب با آقای حشمت رئیسی در برنامه من حضور پیدا خواهند کرد. همونه مسئله روز با آقای حشمت رئیسی میخواییم گفتگو کنیم، نه در تلویزیون های ماهواره ای به خاطر اینکه بیننده ندارم. برنامه که با آقای حشمت رئیسی من در یکی از این کانال های ماهواره ای انجام دادیم 8000 تا اونجا بازدید گرفت. گذاشته بودیم تو کانال یوتیوب خودمون 70-80000 تا بازدید میگیره. من همین تصمیم گرفتیم که برنامه هایی که قراره با هم دیگه مشترک اجرا کنیم، مصاحبه که اجرا کنیم، دیگه در کانال یوتیوب من باشه و کلن این تلویزیون های ماهواره همشون رو با هم جمع کنید. واقعا شوخی هم بذارید دوستان رو بیاریم بالا، قربونتون برم. فقط دوستان میان بالا تصویر یادشون نره، تصویر بدن، چون ما اینا رو میذاریم در یوتیوبمون. تصویر نباشه متاسفانه میبرم پایین. دمتون گرم. بفرما عزیز آقای علیرضا، امیدوارم اینترنت اینا خوب باشه. درود بر شما. خب برای چی بودی؟ آقای سورنا، آقای سورنا بفرما. یه خودم این نورش هم کم کنه. آقای سورنا بفرما عزیز. سلام امید جان، خوب هستیم؟ درود بر شما، قربتون برم جونم، در خدمتم. اول اینکه خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خوبتون. زنده باشید. بعد خواستم بگم که خب شاهزاده هم برگشت دیگه ایران. شاهزاده برکی برگشت؟ آره دیگه، گفتن جمعه فراخان زد. فراخان بده؟ فراخان روز تعیین نکرد، گفتش که سکوت جایز نیست و از اینجور مزخرف. اون جرأت نداره روز تعیین کنه، چون میدونه مردم نمیریدن تو خیابان. جمعه فراخان داده بوده بازگشت شاهزاده و اینا، بعد دیگه اومد دیگه، جاتون خالی اینجا براندازی شده، بعد اونا رفتن به بلبل اینجا. گفتی شاهزاده فراخان داده این پشت ما خراب شد. نه اون که از این چیز اون جرأت نمیکنه روز تعیین کنه، گفتش سکوت جایز نیست، ولی جرأت روز تعیین کردن نداره، چون میشناسمش، یه مدتی بالاخره باشون کار کردم پشت صحنه. این بحثه که پیش میومد میگفت من روز تعیین میکنم مردم نمیان ضایع میشن، برای همین روز تعیین نمیکنه. حالا دیگه گفتم حالا یه حالا آقا قربونت برم زنده باشی، به هر حال دمتون گرم، فایده شما بشم. نه روز تعیین نمیکنه چون آدم اونقدر فصل نه اونقدر احمق، و روز هیچ وقت تعیین نمیکنه چون میدونه اون جایگاه مردمی که واقعا مثلا ببین چقدر مثلا توی فضای مجازی یا مثلا توی مثلا مهمونی ها یا مثلا زیر لاف مثلا خیلی ها طرفدارش باشن و هستن، ولی در فضای واقعی نه. دور در شما بفهمید. حالا بفهمید جدا بذاری یا مثلا بابا چی میگی آقا؟ داری داروخونه ارباب جمشید بغلیه میسم بفهم و بالا این لیمونه دمونم بزنی شما بفهمید. دولا سلام آقا، خدا یه عجب لیمونه دو سلام. درو دارید من فرده تو شما تصویری از آن دارم، تصویر دارم تاریکی. درو در شما خوبی؟ سلامتی قربان شما. بعد شما جونم میخواستم بگم که این فراخانی که داده بودن تو این رسانه ها یکی دو شهر رو من تصویراش دیدم، در حد 150 نفر اومده بودن تو خیابون و جالبه باز شعار نقض ننوبدان سرش میدادن، خیلی خنده دارو بیشتر مردم هم وایستاده بودن داشتن نگاهشون میکردن. نه مردم، یه چیزی که حقیقت موجود اینه که نه مردم طرفدار نظام نیستن، ولی مردم حاضر نیستن که دیگه بریزن تو خیابون یا مثلا برای چیزی که میدونن چه اتفاقاتی میفته و میدونن حکومت هم عوض بشه چه اتفاقاتی میفته هزینه بدن، برای همین مردم مطمئن باشه تو خیابون نهایتا نخواهند ریخت و اینا کل چیزی که به دست میارن تظاهراتای 2-3 هزار نفر است. دقیقا. و 2-3 هزار نفر هم طبیعیه، 85 میلیون جامعه است، ولی اینم به این منظره نیست مردم عاشق چشم ابرو نظامن، ولی مردم یک قشر خاکستری بسیار گسترده ای که اینا هزینه نخواهند داد، چند مخالف جمهوری اسلامی باشن. ولی ما میگیم جمهوری اسلامی 10 میلیون هوادار داره، ولی 10 میلیون هوادار میدانی داره،
مخالف، آره شاید مثلا 60 میلیون هم مخالف باشن، ولی از این 60 میلیون باور کنید شما حتی 100 هزار تا مخالف میدانی هم پیدا نمی‌کنید. همه یعنی خاکستری و مخالفینی هستن که به صورت خاکستری دارن کار میکنن و حاضر به هزینه نیستن، برای همین خواب براندازی رو باید ببینن. در حال آقا قربونت اومدی بالا. قربان شما. فدای شما باشم. زنده باشید. این یه حقیقتیه که من بگم. ببین ما میگیم جمهوری اسلامی 10 میلیون هوادار، 10 میلیون هوادار قشر خاکستری کمه توشون. یعنی واقعا پاکارن و پاش برسه میان تو میدون و برای اینکه نظامو حفظ کنن جونشون هم حاضرن بدن. این یه حقیقتیه. نبی مخالفین، نه مخالفین جبهشون درسته شد مثلا میگه آقا 50 میلیون مخالف جمهوری اسلامی هم. بله هستن، یعنی 5 میلیون قشر خاکستری هم حاضر به هزینه پرداخت کردن نیستن، هزینه ای نمیپردازن. بس بنابراین این جماعت خواب، یعنی پشت گوششون رو ببینن خواب برندیزی رو باید ببینن، حتی خوابش هم باید چیز کنن، همون تو خواب هم دیگه نمیتونن ببینن. واقعا یه حقیقتیه که باید بگیم. خب بذار دوستان دیگر ما بیاریم بالا، قربونتون برم. اجازه بدید من ببینم. خب آقای اکبر بفرمایید. بفرمایید بالا که ببینیم چه خبره. خب نیومدید بالا شما، نفر بعدی. بعد یه دو لایو میذارم کامنت فقط میخونم، کامنت ها رو میخونم و جواب میدم. بفرمایید بالا ایزم. الو درود بر شما. الو امید دانا، من یه چند تا سوال، من نمیدونم به قیافم میخوره یا نه، من یکم بسیجی ام. او ببینم به قیافت میخوره. آره خب بگو. بعد یه سری سوالات داشتم. ببینید ما تو کشورمون اینطوری که حالا من دارم میبینم اطرافیانمو، تقریبا حدود 80% مردم مخالف این حکومت هستن. اگه حالا شاید نظر من غلط که من تو خیابون میبینم یا بر اساس حرفاش. بعد من مثلا به اصطلاح بسیجی هر جوری هم حرف میزنم نمیتونم مخالفشون کنم. بعد واقعا احساس میکنم نظام در خطره، نه توی بحث خاورمیانه و حالا بحث بین المللش، در داخل. یعنی اینکه نمیدونم واقعا، نمیدونم باید چی کار کنم. مشکل دغدغمه. نمیدونم حالا خودتون، شما وطن، شما چند سالتون عزیز؟ شما چند سالتون؟ بخش متوجه نشدم چند سال؟ 18 سال. این به نظر من ببخش اقتضای سن ایرادی هم نداره، یعنی مسئله خیلی خطرناکتر میده. اولا که زندگی همراه با خطره، یعنی تا همین دو ماه پیش الان من اینجایی هم که نشستم دارم لکچری میکنم چه میگه؟ امکان داره الان بغلی من کرونا داشته باشه، خطره. یعنی من میخواستم بیام اینجا بشینم، همیشه خانم من میگه داری میری بیرون ماسک بزن حواست باشه. حالا ما خیلی گوش میکنیم مثلا، ولی خب خطر همیشه وجود داره. کی فکر میکرد کرونا بیا دنیا به هم بریزه؟ اینکه خطر که میگی، نظام در خطر، همه چی همیشه تو خطره. همونقدر که نظام در خطر، آمریکا هم تو خطره، همه دنیا، اصلا زندگی یعنی خطر. ولی نه، بجز فارغ از این بحث فلسفی که خطر همیشه وجود داره، نه، اگه شما تاریخ، چون برای همین پرسیدم اقتضای سنه، شما اگه تاریخ 40 ساله، حالا نمیگم تاریخ 300 ساله غیره، تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی رو دقت کنید، جمهوری اسلامی اتفاقات خیلی سخت‌تر از اینا رو تو دهه 60 گذرونده، ببینید تا قبل از سال 60 تا قبل از خرداد 60. و امروز چون شبکه‌های اجتماعی یک مقدار، یعنی این اصلا یه انقلابی به پا کرد تو اصل ارتباطات، تو این 10 سال گذشته شبکه‌های اجتماعی انقلابی به پا کرد، اصل اینترنت، اصلا خود اینترنت یه انقلابی بود، شبکه‌های اجتماعی مضاعف یه انقلابی تو دل انقلاب اینترنت به پا کرد. و امروز جزئی ترین اخبار یه دفعه تو خونه هممون هست در عرض چند دقیقه از طریق شبکه‌های اجتماعی، و این به ما این پالس اشتباه رو میده که شاید مثلا همه چی خیلی تو خطره. نه، همه این اتفاقاتی که الان وجود داره در تمام این 40 سال وجود داشته و بدتر هم وجود داشته. و اتفاقا امروز جمهوری اسلامی برای اولین بار بعد از 40 سال حامیان غیر مذهبی و غیر بسیجی دور خودش داره. شما حالا، من امیدانا به عنوان یک فرد میشم نماد، ولی شما منو نگاه کن، اصلا هیچ قرابتی امروز با مسائل مذهبی جمهوری اسلامی ندارم، ولی چجوری دارم دفاع میکنم به خاطر حفظ مملکت، یا نگاه خودم دارم دفاع میکنم.
و مثل من امروز میلیون ها نفر اومدن پشت جمهوری اسلامی در این چارچوب. تو خارج دارم میبینم، من تو خارج دارم راه میرم، زندگی میکنم، مردم ایرانی ها رو میبینم و تعداد قابل توجهی از ایرانی های خارج از کشور نه، میگن ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم، اما جمهوری اسلامی فعلا نه فعلا بر اقتضاعات شرایطی که منطقه و کشور و تاریخ ما داره باید بمونه. بنابراین مخالفین هم درسته که شما میگه 80% شدن، واقعا 80% هم باشه، ولی گفتم بهتون قشر خاکستری هم، یعنی قشر خاکستری که حاضر نیستن هزینه بدن. میگن یک سرباز جنگی بعد یک لشکر، یک زمان یه نفر مخالفه مثل من میاد شعار مرگ بر اسد ولایت‌فقیه میگه، تا پای اعدام میره، زندان میره. من 5 بار تو ایران زندان رفتم. اگه مخالفین از این جنسن، تازه جنسی که من دارم میگم آخرش خودم فرار کردم، یعنی من وقتی که از ایران فرار کردم به این نتیجه نرسیده بودم که از نظام دفاع کنم، همچنان در جایگاه براندازی بودم دفاع چیز کردم فرار کردم. یعنی حتی اگر امید دانا با اون ورژن تندی که اینقدر شهامت داشته بره تو خیابون تظاهرات کنه زندانم بره، حتی اگر اونم باشم باز نظام برانداز نمیشه، چون باز همون امید دانا هم فرار کرده. ولی شما قشری که حامی این نظام هستن، اینا یه قشر عقیدتی هستن که واقعا بدون شوخی جونشون رو میذارن. شما در اتفاقات سوریه دیدید اونا رفتن جونشون رو دادن، و جبهه مخالف نه، جبهه مخالف حتی اگر امیدانای ورژن براندازم باشه، حتی من خیلی آدم کله چیزی ام پوریم میرفتم اینا، ولی دوست نداشتم جونم رو از دست بدم. ولی شما بخش قابل توجهی از هواداران خامنه ای اصلا مذهبی ها نه، اینا جونشون رو میدن. بنابراین نظام از این نظر تو خطر نیست. اگر تو خطر باشه بازم از نسخه مذهبی خودش تو خطره. امروز خیلی از بخشای مذهبی تو قم و مثل فرقه شیرازی یا جمعیت مذهبی دیگه اینا شدیداً ضد خامنه ای و نظام از سمت اصلاح طلب ها به نظر من، چون براندازه که توانایی ندارد، امروز نظام بیشتر از همه از سمت جریان منافق نوین، من نامشون رو میذارم منافقین نوین، که همین جریان آقای روحانی و دوستانشون و تاج‌زاده ها و زیبا کلام ها هست، اینها میتونن واقعا یک ضربه سنگینی به نظام بزنن. وگرنه نسخه رادیکال برانداز اینا وقتی شلوار شدن بالا بکشن. حالا من یه دو تا نسخه دیگه اگه اجازه بدید بگم. دونم بگرد که حالا من یه تلنگوری که حالا شاید به خودم زدم و به بقیه، حالا همون نکته ای که شما گفتید، واقعا اگه حتی به ازای هر 100 نفر 90 نفرش رو مخاطب کنن و 10 نفرش مخاطب، واقعا اون 10 نفر جلو اون 90 نفر وای میسته. یعنی اینو مطمئنم. و چیز دیگه هم که اصلا من به خود شما میخواستم بگم، واقعا من عقیدش و حالا بحث مذهبیش به کنار که اصلا با هم نمیسازیم، ولی خب بحث سیاسی و در مورد حالا وطنمون ایران، واقعا عقیده شما را از خیلی از بسیجیای هم نظر خودم بهتر دنبال میکنم. مرسی واقعا. خیلی اصلا زنده باشید، به خاطر پول خیلی کارا میکنم. مرسی، دستتون در نکنید. زنده باشید. خب این لایو رو سیو بکنم که یه قطع نشه و دوستان رو دوباره میارم بالا. چیزهایی که سلیا هیجان زده میشن، آی نظام تو چالش اینا، مثلا جمهوری اسلامی من بارها گفتم امروز نه تنها در قوی ترین زمان خودشه، در قوی ترین زمان ایران پس و اسلامه. یعنی قدرتی که امروز ایران داره، شرایطی که داره ایران داره، مثل یک کرم ابریشم پوست میندازه یک پروانه امپراتوری درست کنه، تبدیل بشه یک پروانه‌ای که امپراتوری تشکیل بده. و این اتفاقا طبیعیه. ببین دنیا به یه جایی رسیده، یک تقابلی رسیده، چون حالا مثلا خیلی شرایط ایران رو میگن، بابا تو همین 24 ساعت گذشته کارخونه فولاد آمریکا و چندین جای دیگه آمریکا از در آتش داره میسوزه. همین الان که باهاتون صحبت میکنم در 48 ساعت گذشته 50 مدرسه، درست شدید، 50 مدرسه، تکرار میکنم، در 48 ساعت گذشته 50 مدرسه در سوئد 9 میلیون نفری در آتش داره میسوزه همین الان. این یک مقدار وقتی فضای ایران ما سیاه میبینیم، به خاطر اینکه ما اخبار کشورهای دیگر رو نمیخونیم، حق هم داریم، به خاطر اینکه رسانه هایی که امروز دارن تولید خبر میکنن فقط چسبیدن به اخبار ایران، که البته خب طبیعی هم هست، میگن ما رسانه فارسی زبانی میخوایم روی ایران زوم کنیم. حالا بماند که بخشی از این رسانه های اپوزیسیون مثل بی بی سی
میگه که ما مثلا فارسی میخوایم برای اخبار ایران پوشش بدیم، ولی مثلا عروسی پسر ملکه رو قشنگ میاد ریز جزئیاتش رو بیان میکنه، یا در مورد برگزیت که هیچ ربطی به من ایرانی نداره 24 ساعته برنامه میذاره. حالا اونا رو بگذاریم، ولی چون من کار خبری دارم میکنم و تو سوئد زندگی کردم، همیشه سایتای سوئدی رو آمار میگیرم. الان 50 تا مدرسه سوئده، در کانادا اتفاقات خودشو داره. ما در کانادا الان حالا اخبارش من ریز دنبال نمیکنم، انواع و اقسام اتفاقات تحت در کانادا هر روز داره رخ میده، در آمریکا همینطور. و چون ما اخبار کشورهای دیگر رو نمیدونیم، اینجوری برای ما استنباط میشه که در حقیقت شما دیدید اون آقایی که امیر حسین رستمی بود اومده بود تو تلویزیون جمهوری اسلامی، چون ناآگاهه، چون اخبار کشورهای دیگر رو نمیدونه، برگشت گفتش که آقا جان الان کرونا اومده، بقیه شاید اصلا دارن حال میکنن انقدر کشورش این اتفاقی نمیافته. و این از جهل ایشون میاد، جهل ناآگاهی ایشون میاد، که ایشون نمیدونه که چه مشکلات عدیده ای، یعنی هر کشوری مشکلات اقلیمی خودشو داره. مثلا همون سوئد که من با مشکلاتش بیشتر آشنام، یا همون کانادا که با مشکلاتش بالاخره چند ماهی زندگی کردم آشنام، هر کشوری مشکلات خاص خودشو داره. مثلا چون ما اینا رو خبر نداریم و مشکلات ایران رو داریم 24 ساعته با اخبار فارسی میخونیم یا بهمون میرسه، یا هموطنانمون از طریق تلگرام و فضای مجازی این اخبار به ما میدن، ما فکر میکنیم اوضاع ایران خرابه. نه، اوضاع ایران خراب نیست. اوضاع ایران به هیچ عنوان خراب نیست. آره، اگه فکر کنی فقط همه دنیا گل و بلبله، الان سیل تو ایران داره میاد، فلان داره تو ایران میاد، تظاهرات تو ایران میاد، اما بدترین تظاهرات ها سرتاسر اروپا داره میاد. الان سر همین کرونا خیلی جالب بود، داشتم مطالعه میکردم، اخبار رو بررسی میکردم، جزایر قناری آقا مردم میخوان تظاهرات کردن سر ماسک و سر این که کرونا ما میخوان بیان بیرون و فلان، علیه دولت اسپانیا تظاهرات سنگین گذاشتن. کی خبردار شد؟ جزایر قناری که مثلا جنوب مثلا مراکش، کسی اصلا کاری باش نداره، اونجا تظاهرات شده. یعنی حقایقیه که نمیدونی، همه دنیا تظاهرات میشه، ما فکر میکنیم فقط ایران. حالا الان 2000 نفر تو بهبهان اگر بریزن تو خیابون، ما فکر میکنیم رژیم سقوط کرده. مثل مورچه‌ای میمونن. من حرفم واقعا اینه، ایرانی ها مثل مورچه‌ای میمونن، یه قطره آب افتاده تو خونه‌شون، فکر میکنن دنیا رو داره آب میبره. نه، این گونه نیست. اگر یک شهرستان یا اگر یه اتفاقی یا یک تظاهراتی میشه، و ایران خب قضیهش البته خیلی متفاوته با دنیا، اینا رو قبول دارم، بله ما مقاومت داریم میکنیم، بحثای بسیار سنگین تاریخی و موقعیت جغرافیایی مونه، ولی موقعیت جمهوری اسلامی اونجوری که دارن میگن نه، اصلا خراب نیست. تنها چیزی که نگرانی من دارم در جمهوری اسلامی جریان منافقان نوینه، و این منافقان نوین اینها میتونن واقعا ضربه‌ای به خاک کشور و به کشورمون بزنن. من نگرانی فقط از این بخش دارم، مگه نه بخش های دیگه نتیجه نگرانی نیست. و قربونتون برم و این بخش صحبت ها رو جمع میکنم، دوباره میارمتون بالا که 4-5 نفر دیگه رو میاریم بالا صحبت کنیم. دمتون گرم.